أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در این دهه کرامت به محضر نورانی ولی الله الاعظم ربیع الانام نظرت الایام آقا و مولامون حجت ابن الحسن سید الانام صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در محضر نورانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در ایام ولادت این بانوی مجلله قرار داریم. به محضر نورانی حضرت فاطمه معصومه و برادرشون امام رضا سلام الله علیهما هم هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات هدیه کنین. اللهم صل على محمد. بر اساس آیات نورانی قرآن و روایات گوهربار معصومین علیهم السلام، ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام و اولاده المعصومین علیهم السلام بر همه عوالم عرضه شد، حتی عوالمی که بنابر تقسیم مقولات بشری جزء اشیاء بیشعور عالمن. البته ما از منظر قرآن شیء بیشعور در عالم نداریم، چون قرآن فرمود و این من شیء الا یسبح بحمده، استثناء از جمله نافیه است. یعنی آنچه شما در این عالم میبینین مشغول تسبیح پروردگار عالمن و تسبیح فرع بر شعور است و از مختصات شیء با شعور است. لذا از منظر قرآن ما تو عالم شیء بی شعور نداریم. این مال تقسیمات عقول بشری است که اشیا رو به زی شعور و بی شعور تقسیم میکنن. ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام بر همه عوالم عرضه شد که در آیه 72 سوره مبارکه احزاب هم به عنوان امانت سنگین الهی از او تعبیر شده است، فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. ما این امانت رو
که الف و لامی که بر سر امانت هم هست اینجا موضوعیت داره، بر آسمانها و زمین و کوها عرضه کردیم که بلکه بتوانن این امانت رو حمل کنن. فابین ان یحملنها، نتونستن و ابا کردن از حمل این امانت سنگین. خب وقتی قرآن تعبیر به آسمان و زمین میکنه و تعبیر به جبال میکنه موضوعیت داره، چون در قرآن جبال یعنی کوه‌ها رو قرآن کریم اوتاد معرفی میکنه، میگه کوه‌ها میخ‌هایی هستن که مایه ثبات و استواری زمینن. یعنی کوه با این صلابت و استواری که قرآن او رو به عنوان میخ‌های زمین معرفی میکنه، آسمان‌ها و زمین رو هم در همین قرآن فرمود که لخلق السماوات والارض اکبر من خلقكم، یعنی آفرینش آسمان‌ها و زمین به مراتب بزرگتر و سختتر از آفرینش تو انسانه. ازا این آسمان ها با این وسعت و طبقات هفتگانه، زمین با همین طبقات و وسعتش و کوها با این صلابت و استواریشون، قرآن فرمود فأبین ان یحملنها و اشفقن منها، نتونستن این بار امانت رو تحمل کنن. اما حملها الانسان، خب در ذیل این آیه شریف مفسرین بنابر آنچه که در روایات آمده مصادیقی برای این امانت ذکر کردن که بعضیا گفتن همین واجبات الهی است. امیرالمؤمنین در روایتی نماز رو امانت معرفی کرد، اما یکی دیگر از مصادیقش که در واقع زیباترین و عالیترین مصداق این امانت است، موضوع نورانی ولایت است که در زیارت جامعه کبیره هم وجود نورانی حضرات معصومین رو امانت معرفی میکنیم. والامانت المحفوظه، یعنی وجود نورانی امام هم خودش امانت است که باید مورد حراست قرار بگیرد، چون ولایت بر همه جانها داره. آیه ششم سوره احزاب که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر ولایت بر همه نفوس داره. در قدیر پیغمبر اکرم همین آیه رو خوندن و به جای واژه النبی واژه علی گذاشتن، فرمودن همین ولایت بر نفوسی که من بر اساس قرآن دارم وجود نورانی امیرالمؤمنین دارد. پس امام امانت محفوظه است که همه عوالم موظفن از وجود نورانی او حفاظت کنند. لذا یکی از ادله قرآنی حماسه حضرت زهرا بین در و دیوار همین آیه است، چون وجود نورانی امیرالمؤمنین امانت الله ان، در عین اینکه امین الله هم هستن و بر صدیقه طاهره واجب است از این امانت محفوظه الهی محافظت کنن. لذا لحظات جان دادن هم به امیرالمؤمنین عرضه داشتن که من رو حلال کن، یعنی تمام همت عالم و آفرینش باید بر حفظ این امانت باشد. لذا هم خود امام امانت المحفوظ است و هم ولایت نورانی امام امانت الهی است که بار این امانت رو
به گرده انسان گذاشت پروردگار عالم. لذا فرمود حمله الانسان. این آفرینش و اشیاء این عالم و موجودات این عالم به ازای تقدم در پذیرش ولایت قیمت پیدا کردن، که در روایت‌های ما هم هست، هم در کافی شریف، هم در بصائر الدرجات، و هم مرحوم علامه در بهارشون دارن که وقتی ولایت عرضه شد به عالم، اولین مکانی که ولایت رو پذیرفت آسمان هفتم بود. به ازای پذیرش ولایت پروردگار عالم این عالم رو زینت کرد، آسمان هفتم رو به خاطر تقدم در پذیرش ولایت امیرالمؤمنین زینت کرد به عرش. که حالا خود عرش چیه بین مفسرین و محدثین اختلافه، که چقدر اینجا حرف هست که اصلا این عوالمی که پروردگار عالم بعد از این عالم برای ما به تصویر کشیده چه ویژگی هایی داره و اصلا حقیقت عرش چیه. اولین آسمان، آسمان هفتم بود، خدا او رو زینت کرد به عرش. دومین آسمان، آسمان چهارم بود که زینت شد به بیت المعمور، جایگاه ملکوتی انبیاست. و عجیبه که در روایات ما دارد جایگاه ملکوتی سید الشهدا آسمان چهارم نیست، همون آسمان هفتم و عرشه. ان الحسین فی یمین العرش، یعنی جایگاه سید الشهدا در عرش است و جایگاه انبیا در آسمان چهارم، که امام عسکری سلام الله علیه فرمودن انبیا در آسمان چهارم از ثمرات و میوه های ما اهل بیت ارتزاق کردن، که یکیشون شد حضرت عیسی ابن مریم و دیگری شد حضرت موسی ابن عمران. بعد عرضه شد این ولایت بر آسمان دنیا، پروردگار عالم آسمان دنیا رو که همون آسمان اول باشد زینت کرد به ستارگان. انا زینا السماء دنیا به زینت نل کواکب. این تازه آسمان اوله، که چقدر ما اینجا روایت داریم بین آسمان اول تا هفتم چقدر فاصله است. آسمان اول در برابر آسمانهای دیگر به اندازه یک عدس است، و چقدر کهکشان و ستاره و سیارات در همین آسمان اول هست که همچنان مجهول باقی ماند. بعد عرضه شد بر زمین، سرزمین مقدس بیت الله الحرام و کعبه پیشی گرفت در پذیرش این ولایت. لذا خدا مکه رو مزین کرد به بیت الله الحرام، و بعد سرزمین مقدس مدینه که مزین شد به حرم پیغمبر، و بعد کوفه مزین شد به حرم امیرالمؤمنین. و در این روایت داره که چهارمین سرزمین، سرزمین قم بود که ولایت رو پذیرفت. حالا چقدر ما روایت راجع به این سرزمین مقدس قم داریم، که تا جایی که حقیر استقصا کردم 40 روایت فقط راجع به قم داریم، نه حضرت معصومه، فقط راجع به ویژگی های سرزمین قم، که یکی دو تاشو اشاره میکنم. وجه تسمیهش هم ناظر بر این است که در بعضی روایات، روایت امام صادق علیه السلام فرمود چرا به این سرزمین میگن قم؟ چون اینجا مأمن و مسکن منتظران مهدی ماست که در آخر الزمان قرار قیام کنند. در بعضی روایات دیگر از جمله روایت پیغمبر اکرم که مرحوم صدوق در علل الشرایع آوردن، فرمودند که پروردگار عالم من رو وقتی به معراج بردن رسیدم به یه نقطه ای که دیدم که یک قبه بسیار نورانی است و خوش عطر،
از جبرئیلی که من رو بر کتف راستش سوار کرده بود پرسیدم اینجا کجاست؟ ندا آمد اینجا بقعت و شیعت علی ابن ابی طالب است. اینجا سرزمین شیعیان علیه که در روایت مرحوم مفید در اختصاص که می شود این دو روایت رو به هم زمیمه کرد فرمود هازهی بقعتون، اینجا بقعه ایست که یقال لها قم، به او قم گفته می شود که پیغمبر اکرم تعبیر خودشونه، فرمودن بقعه و قبه ای زیباتر از این من تو آسمان ندیده بودم که اطیب من المسک و الون من الزعفران، هم رنگشو هم عطرشو هم نورانیتش رو تو این دو روایت اشاره شده. و بعد پیغمبر اکرم فرمودن که نگاه کردم دیدم یک فرد پیری کنار این بقعه نشسته. از جبرئیل پرسیدم او کیست؟ جبرئیل عرض کرد که او ابلیسه. گفتم اینجا چه میکنه؟ تعبیر اینه که او آمده یصدهم عن ولایت امیر المؤمنین، اهالی این منطقه رو از ولایت علی جدا کنه. اینجا پیغمبر اکرم با تشری که به ابلیس زدن فرمودن قم یا ملعون، که این شد بچه تسمیه قم. مرحوم محدث تو سفینه هم میارن جلد هفتم که یکی از وجوه تسمیهش همینه، تعبیر پیغمبر اکرمه که خطاب به ابلیس گفتن که از این منطقه دور شو. در بعضی روایات دیگر هم داریم که در واقع در این قم که حضرت صادق علیه السلام فرمود وقتی فتنه ها به شما عارض بشن، و عجیبه که در تعبیر دیگری داره که فتنه ها تمام بلاد رو فرا میگیرن، حضرت فرمودن وقتی بلاد و سرزمین های اسلامی آلوده به فتنه ها شدن، اون هم فتنه های بسیار خطرناک، فعلیکم به قم. چرا؟ چون فانه مأول فاطمیین و مستراح المؤمنین، یعنی قم محل آسایش و راحتی مؤمنینه و جایگاه فاطمیونه. خیلی این تعابیر عجیبه و جای کار داره که در بعضی روایات هم داره که اینها منتظر قیام مهدی ما هستند. در خصوص خود قم و اهل قم که حالا کدهایی هم راجب آخر الزمان به قم داده شده که اگر کسی راجب این سرزمین و مردم این سرزمین شیطنت کنه، نظر سوئی داشته باشه، حضرت فرمود این نظر سو رو خدا به خودشون برمیگردانه. خب این روایاتی است که راجب سرزمین قم اشاره شده که این منطقه امروز توسط باستانشناسا هم الحمدلله ثابت شده پیشینه 7000 ساله داره، نه پیشینه اسلامی داشته باشه، یعنی از لحاظ باستانی هم این بر میگرده به دوران حضرت آدم ابوالبشر. لذا شما اگر در همین منطقه جمکران تشریف ببرین کنار امامزاده جعفر قریب، اگر امامزاده های قم رو زیارت کرده باشین میدونید امامزاده جعفر قریب کجاست، که یکی از امامزاده های بسیار واجب و تعظیم قمه. اینجا یه منطقه کشف شده توسط باستانشناسان که گفتن دقیقا مال 7000 سال پیشه و الان دیگه مورد حراست نیروی انتظامی قرار گرفته، تازه هم کشف شده. اگر مشرف شین کنار امامزاده کاملا مشخص این نقطه. خب این قم با این پیشینه که شیعیان اشعری از یمن منتقل شدن به اینجا و اینجا برای خودش اصلا یه مدرسه و مکتبی داره، لذا در
موضوع علم حدیث، ما مدرسه ای داریم به نام مدرسه قم و مکتب قم. یعنی اینها در برابر مکتب عراق و مکتب مدینه و مکتب کوفه و ری، یکی از نابترین مدارس و مکاتب حدیثی ما هستند که اعلام محدثین در اینجا شرف حضور دارن که مستحضرین. در خصوص وجود نورانی حضرت معصومه علیهم السلام هم روایات بسیار زیبایی وارد شده که وقتی حضرت حرکت کردن بعد از نامه امام رضا، که در واقع حرکت ایشون ناظر بر یک هجرت سیاسی تمام عیار بود، صرف دلتنگی و علقه خواهری و برادری نبود. لذا هجرت ایشون که با 400 نفر صورت گرفت، مدینه رو زیر و رو کرد و عمال اون زمان در برابر این هجرت اظهار عجز کردند، که در ابتدا فکر کردن این یک دلتنگی خواهرانه است نسبت به برادر. از اون طرف هم سیاست بنی العباس این بود که مدینه رو از وجود نورانی معصوم خالی کنه، امام رضا رو که تبعید کرده بود و آنچه که از بنی هاشم اینجا مونده بودن هم با حضرت معصومه دارن منتقل میشن. لذا نفهمیدن که این بیبی چه کار داره میکنه، که خود هجرت حضرت هم جای کار داره که در جای خودش قابل بحثه. لذا وقتی حضرت حرکت کردن، در مسیر که آمدن، مسیر حرکت برخلاف مسیر امام رضا است. مسیر امام رضا که توسط جلودی ملعون و عمال مأمون عباسی صورت گرفت، که خب خانه حضرت رضا رو هم مثل مادرشون فاطمه آتش زدن، که این هم داستانی داره و کمتر اشاره میشه، و بعد حضرت رو از مسیری عبوردن که اینجا مأمن شیعیان و مریدان اهل بیت نبود، که عبوردن از مدینه به معدن نقره، از معدن نقره به بصره که دقیقا منطقه بصره مأمن ناسبی هاست، و از اونجا به تقریبا حاشیه کناری مرز ایران که کاملا این منطقه مملو از دشمنان اهل بیت، تا نیشابور هم که شنیده این اون 20,000 به روایتی 24,000 قلم به دست نیشابور هم همه سنی هن. لذا ابو زرعه رازی که بزرگ این هاست و جلوی محمل امام رضا توقف کرد و اصرار کرد که حضرت پرده محمل رو کنار بزنن، اینا از اعلام اهل سنتن. لذا اینها که نقل کردن حدیث سلسلت و ذهب رو، اون حلقه آخرش رو نقل نکردن که امام فرمود و انا من شروط ها، همون کلمت لا اله الا الله حسنی رو نقل کردن، که از اینجا خب معلوم میشه منطقه نیشابور که همه ادیب بودن، نویسنده بودن، ولی تمامی این 23,000 نفر که تو تاریخ آمده قلم به دستانی از جنس اهل سنت بودن. البته اهل سنتی بودن که محب امام رضا هم بودن، چون اینجا دارد که حضرت پرده محمل و وقتی کنار زدن انقدر زیبا بود امام رضا که تو روایات داریم تمثال ظاهری حضرت مهدی علیه السلام به امام رضا شبیه. اینو اهل سنت هم نقل کردن که وقتی پرده محمل و کنار زد، امام رضا علیه السلام تا تجلی کردن، اونجا دارد که مردم از شدت زیبایی چهره امام رضا گریبان پاره کردن و گریه می کردن، به طوری که حضرت رضا دقایقی توقف کردن تا این گریه ها فروکش کنه و بعد حدیث سلسلت و ذهب رو بیان کردن. حتی بنده خودم در تاریخ دیدم که اینجا وقتی جلوی مرکب امام رو گرفتن، سم مرکب امام رضا رو به عنوان تبرک میبوسیدن. خب اینا به درد ما میخوره. امروز میگن بوسیدن جلد قرآن بدعت،
بوسیدن ذریح بدعته. خب در همین زمان امام رضا وارد منطقه شدن، همه از اعلام اهل سنتن، اما صوم مرکب حضرت رو به عنوان تبرک میبوسن. اینا خیلی به درد ما میخوره. رضا این منطقه کاملا دشمنان اهل بیتن، برخلاف مسیری که حضرت معصومه آمدن. حالا حقیر برداشتم اینه که گویا دشمن تلقی نمی کرد که این هجرت یه هجرت سیاسی و مبارزه تمام عیار باشه، لذا جلو حضرت رو نگرفتن. حضرت منزل به منزل که آمدن حدیث نقل کردن. لذا یکی از القاب بی بی محدث است. وقت عجیب هم هست که حدیث ایشون هم سلسلت الذهبه. خب مستحضرین که حدیثی که طریقش معصوم باشه ما بهش میگیم سلسلت الذهب. عجیبه که احادیثی که حضرت معصوم نقل کردن طریقش فاطمیه، با شش واسطه و شش فاطمه رسوندن حدیث رو به ام الائمه النجبا حضرت زهرا، که بعد از مادرشون صدیقه طاهره دارن کاملا روایت میکنن. یکی از احادیثی که روایت میشه حدیث قدیره. خب سوال ما اینه تو این مسیر چه لزومی داره حضرت حدیث قدیر رو بیان کنن؟ این همه حدیث چرا حدیث منزلت رو بیان میکنن؟ معلومه که این سخنگو و بلنگوی امام رضا علیه السلام یه هدفی رو داره تعقیب میکنه. اگرچه امام رو بردن و تحت اشراف خودشون دارن مراقبت میکنن از ملاقات های امام رضا حتی، اما حضرت معصومه اینجا حرن، آزادانه قیام رو شروع کردن، هجرت رو آغاز کردن و بعد تو مسیر که می آمدن احادیثی رو بیان کردن که بیان این احادیث باعث تشدید دشمنی عمال بن العباس شد. یعنی دیدن اینجوری حضرت پایگاه به پایگاه مردم رو بر علیه حکومت و به نفع وجود نورانی امام رضا و اهل بیت پیغمبر تشویق و ترغیب کنه، اینجا دیگه احساس خطر کردن. لذا احادیثی هم که از بیبی نقل شده حدیث قدیره، حدیث منزلته، حدیث من مات علی حب آل محمد مات شهیداست. صلی الله علی محمد و آل محمد. و ببینید اینا حرف داره توش. یه وقت ما حرف میزنیم اول و وسط و آخر حرفمون رو اصلا نمیتونیم به هم ربطش بدیم، چون حرف زدن بلد نیستیم، توتی صفت داریم حکایت میکنیم. اما وجود نورانی خاندان عصمت و طهارت وقتی سخن میگن، انتخابها و گزینشهاشون خودش یه استراتژیه، یه تاکتیکه. حضرت دست رو این حدیث گذاشتن، اول قدیر، بعد منزلت، بعد فضائل و مناقب شیعیان امیر المؤمنین و بعد هم ختم به شهادت. یعنی انگار حضرت دارن یک طرحی رو مهندسی میکنن که اگر منجر به قیام بشه و قیام منجر به شهادت بشه، اینو بدانید که شما در چه جایگاهی قرار دارین. و این ناظر بر فضائل و مناقب شیعیان امیر المؤمنین. خب حدیث قدیر رو مطرح میکنن، اونم با این تعبیر، نه قال رسول الله، با این تعبیر که ان فاطمه الزهرا سلام الله علیها انسیتم یوم القدیر. یعنی اون سخنی که صدیقه طاهره در دوران مظلومیت امیر المؤمنین و استنصارهای شبانه به در خانه مهاجرین و انصار بیان کردن، یعنی اون هم به زبان توبیخ، یعنی شما قدیر رو و روز قدیر رو فراموش کردین، همونی که حضرت در خطبه فدک هم اشاره کردن. خب این داره با شش واسطه که هر شش واسطه نام مبارکشون فاطمه است.
از فاطمه معصومه سلام الله علیها یک بار دیگر صادر میشه. خب چرا حدیث قدیر من دیگه قضاوت رو به عهده شما میذارم؟ چرا حدیث منزلت؟ خب جایگاه حدیث منزلت تو میراث ماندگار حدیثی ما چقدره؟ اصلا شأن صدورش کجاست؟ یکی از اونها مال قصه تبوکه و فتنه منافقین در مدینه است. اینجا پیغمبر حدیث منزلت رو بیان کردن. خب چرا این باید از زبان حضرت معصومه بیان بشه؟ اونم تو این زمان. و بعد هم حدیث شهادت. خب این بی بی محدثه آل الله هن. یکی دیگر از القاب این بی بی که در واقع این لقب موهبتی امیر المؤمنین، کریمه اهل بیته. لذا این سخن شعرا نیست که فکر کنیم بله شعرا به بی بی گفتن کریمه، نه، این تعبیر امیر المؤمنین است در اون مکاشفهی که مرحوم پدر آیت الله العظمای مرعشی نجفی داشتن، که من از زبان مرحوم شیخ عبدالله موسیانی که تو حرم اگه خاطرتون باشه چند سال پیش هم زنده بودن در قید حیات، احکام میگفتن، با یه واسطه از ایشون شنیدم که ایشون گفتن من خودم از استاد پرسیدم، چون ایشون از شاگردان درس مرحوم آقای مرعشی بودن و مقرر درسشون هم بودن، که ایشون به من گفتن اصلا علت آمدن ما به قم همین مکاشفه بود که پدرم تو حرم امیرالمومنین بیتوته کرد و 40 شب که گذشت حضرت فرمودن چی میخوای؟ پدرم عرض کرد که من نشانی قبر مادرم زهرا رو میخوام. حالا ببینید اینا کی بودن؟ امیرالمومنین فرمودن که این سره و این باید مخفی بمانه، اما اگر عظمت و جلالت زهرای من رو میخوای، علیک به کریمت اهل البیت به قوم. این تعبیر امیرالمومنین. امیرالمومنین کریمترین فرد عالمه، به این بانو بگن کریمه اهل بیت. و بعد هم به نحوه این تعبیر ادبی که دلالت بر وجوب میکنه به ایشون بگن که بر تو واجب است بری مقیم قم بشی. لذا مرحوم آقای مرعشی نجفی 60 سال اولین زائر حرم بودن. خب ما به چشممون دیده بودیم ایشون. حرم خب اینجوری نبود که هر شب باز باشه. شبهای چهارشنبه که می آمدیم برای جمکران از تهران، حرم بسته بود، نیم ساعت به سحر باز می کردن. بنده بارها دیده بودم مرحوم آقای مرعشی از منزل که می آمدن اینجا پشت در قبله، ولو تو زمستان رو برفا می نشستن، مشغول نافله بودن تا در باز بشه. اولین درم باب قبله باز می شد. وقتی باز می شد ایشون اولین زائر حرم حضرت معصومه بودن. خب اینها فهمیدن که این بانو کیه و اینجا چه جایگاهیه که بزرگانی مثل مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری در همین مسجد بالا سر خدمت امام زمان رسیدن. مرحوم آقای مرعشی خودشون در همین مسجد مطهری که جلوتر از مسجد مطهری یک شبستان آینه هم بود، الان تو طرح حرم نیست، اینجا نماز میخوندن مرحوم آقای مرعشی. ظهرا وقتی مشرف میشدن میامدن تو محراب، نافله که میخواندن یکی از تشرفاتشون مال همین محراب، در همین جا نامه حجت ابن الحسن به دسته ایشون رسید. خب این بانویی است که خیلی ها نشانی امام زمانو از او گرفتن، خیلی ها اینجا محضر حضرت رسیدن و خیلی ها در سایه این سفره نورانی و با برکت که در واقع سفره کریمه اهل بیت است، در مدار توحید و بندگی خدا قرار گرفتن. وقت ما گذشت، فیضم آماده است، عزیزان انشاءالله فیض میدن. انشاءالله اون ضمانتی که امام صادق علیه السلام کردن در اون روایت معروف که تدخلو به شفاعتها شیعتون الجنه،
به اجمعهم، یعنی شفاعت کبراست که این مقام و منزلت به دختر موسی بن جعفر داده شده، ما در زمره کسانی باشیم که مشمول شفاعت این بانوی مجلله قرار گرفتیم. خب هر چقدر که ارادت به این بانوی کریمه و معصومه به قول امام رضا علیه السلام و برادرشون امام رضا و پدرشون موسی بن جعفر دارین، سه صلوات بلند هدیه.